خب بینندگان عزیز، در یک از مزارع فریدون آباد هستیم باز هم و قرار هست با یک از دهقان در اینجا صحبت بکنیم. فعلا در حال انجام کار هستن. سلام تقدیم شما برادر. خوبین؟ حال شما خوب و سلامتیم؟ بخیرین؟ سلامت باشین. چی کار میکنین؟ فعلا در حال شستن کمی گندم هستین دیگه. اینو شستن را من تازه دیدم، بیشتر معلومات بدین چی رقم هست؟ دیگه این گندم که هست از تا خرمان جام کده، دیگه می جوه هم به دست راست بود، دیگه وسیلی هم نبود، این فرغون اینا بار کدیم بیاردیم هم داخل این فرغون گفتیم بشوری. خب یعنی این همو تمانده خرمان است، درست؟ بله. نام خدا نگفتین، من یادم رفت که پرسان. نام وزیر احمده، یک تن از ساکنین زارین قریه فریدون آباد. سلامت باشین. از وضعیت دهقانی امسال مخصوصا حاصلات گندم بگین که چگونه بوده، حاصلات چگونه بوده؟ گندم دیگه حاصلات امسال نسبت به پرسال کمتر بود، به خاطر که زردی گرفت امسال، فضل خدا بارندگی زیاد بود، زردی گرفت، باز به حساب بعضی هم هوا زد، دیگه گندم ها نسبت به پرسال و اینا جواب اینا کمتره. بله. در رابطه با این کار اگر بگین که خب داخل خرمن گندم را از کاه جدا میکنین اونجا، درست؟ بله. خب چی نیاز است که اینجا آوردین؟ دیگه وقتی که اینا رو به بخور میندازیم، همو باقی مانده تا خرمن میمونه. دیگه باز اینا بنا به اینکه کمک گندم ارزون بود، به یکی دو تا از این همسایا بگفتیم که اینا رو برای خود جاری کنیم، یک پنج من شاید بیشتر یا کمتر بشه. گفتم خوبه، بالاخره بیامدم نگاه کردم، گفتم نمی صرفه با ما سر کله ما دول اخوال میشه، کاوال میشه. پس من به خاطر که زمین پاک شه، گفتم اینا رو جمع کنم، زمین هم پاک میشه، یک چهار من پنج من قله هم میشه. درست. قیمت گندم امسال چگونه است؟ قیمت گندم به تناسب پارسال امسال نسبه ارزان است. پارسال بود به 160 پرار سال، البته با اواخر سال که گذشتم گندم گران بود، به 160 170 بود، منتها امسال گندم به 80 82 80 همین دیرو من نخیر گرفتم 80 82. امسال حاصلات گندم هم کم شده، تقریبا 50% کاهش یافته، گندم ها کم خلاصه بار داشته یا که حاصلات کمی داده. خب چطور هست که باز نرخش هم ارزان هست؟ دیگه ایت کاری هست که در کل بگیم زیادتر نخرا پایین آماده، به خاطر که میگم امسال بارندگی زیاد شده، همی گندم للمی بیشتر به دست آمده، مخصوصا ولایت بادغیس و غور و این سرزمین که هست للمی زیاد کشت میشه. دیگه باز گندم هم از خارج آرد برای خیلی میاد به افغانستان، کشور خارج هم مثل حاصلات گندم اینا زیاد شده، به افغانستان آرد زیاد میاد. یعنی یک از دلایلی که گندم نرخش پایین آمده حاصلات بیشتر للمی ها و ولایت دیگه هست. بله. فقط هرات آسیب دیده گندمش امسال؟ هرات هم دیگه اکثریت جایی که زمین های نبالی ها گندم اینا ضعیفتر آمده، بعضی جا که زمین اینا گندم اینا خوب شده نسبتا. علت خرابی گندم یا همو زردی گرفتن گندم امسال را میگه خرابی آب و هوا بوده، بارندگی بیشتر بوده، شما هم تایید میکنین این گپ را؟ دیگه بله، بعضی میگم آب و هوا امسال بارندگی زیاد بوده، بعضی میگن تقصیر از این تخم گندمه، بعضی گندم که هست به حساب میگم نتیجه خوب نداده، بعضی گندم باز نتیجه بیتر میده، باز این تخمی و کمک. چند نوع تخم داریم و هراتی ها از چه نوع تخم های استفاده میکنن؟ دیگه تخم که زیاده به نام چاند و به نام مقاین و بیشتر این مناطق به این نام ها کشت میکنن. بله. تخمی که امسال حاصل نداده کدام تخم بوده؟ همین گندم مقاین همین تو میگم زردی بیشتر گرفته، گندم چاند باز زردی کمتر گرفته، حاصل کمتره. بله. گفتنی شما چی است؟ گفتین که حاصلات گندم امسال هم کم شده هم نرخش پایین هست، پس شما زحمات شما یعنی تقریبا بیهوده بوده یا کمتر حاصل داده و کمتر به نتیجه رسیدین، گفتنی شما چی است؟ چی کار باید بکنه که حداقل همین زحمات شما نادیده گرفته نشود؟ شما خب کشت کردین، زحمت کشیدین اما حاصل نداده، نرخ هم از یک طرف پایین هست. دیگه اگر مقامات مسئول حساب
بتونم توجه برای دیاغین داشته باشم. کمی محصولات از اینا رو به قیمت اعلی مثلا خریداری شه که اینا خیلی آسیب نبینم. دیگه اگر بتونم به حساب دیاغین همی کوت حداقل تخم اصلاح شده تره به دسترس از اینا قرار بگیره، شاید با آینده همین نیرو کار که اینا انجام بدم، زحمت که اینا میکشم، همین محصولات از اینا بیشتر بشه، باز کشور حداقل میتونه به خود کفایی بیتر برسه. ولی دیگه گزینه ها خود زیاده، باز همین دو گزینه سه گزینه که دولت مهم اینه که به حساب دیاغین که هست اقتصاد ضعیفتر دارم، توان بیشتر ندارم که زمین رو خوب رسیدگی بکنم.